جناب حجت الاسلام و مسلمی دکتر احمد ابوترابی با ما هستند، پژوهشگر دینی. آقای دکتر ابوترابی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. طاعات و عبادات قبول ان شاء الله. علیکم السلام. همچنین من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوش آمدید به برنامه ضیافت رادیو گفتگو. آقای دکتر ابوترابی، ما در برنامه ضیافت به بحث دین گریزی در جامعه میپردازیم. اگه موافق باشید بحثمون اصلا با تعریف دین گریزی آغاز بکنیم، که منظور از دین گریزی چه هست و چطور تعریف میشه. اساسا انسان ذاتا نباید عنوان دین گریز معرفی بشه. دین گریزی رو ما میتونیم در دو مقوله تعریف کنیم، یکی در مقوله باور به گزاره های دینی و اعتقادات دینی، و یکی هم در عمل به وظائف دینی. در مرحله اول نصاب لازم برای دین گریزی اعتقاد به خدای متعال و معارف و آموزه های دینی، و در مقوله دوم زمینه سازی برای ملتزم شدن به دستورات و وظایف دینی که خداوند متعال از طریق انبیاء الهی و معصومین علیهم السلام تعریف کردن. این که عرض کردم که مقوله دین گریزی ذاتی انسان نیست، بر اساس آیه شریفه قرآن کریم هست که می‌فرمایند فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. فطرت انسان ذاتاً بر اساس گرایش به دین و خدای متعال گذاشته شده. از این جهت نمیتوان دین رو به عنوان یک نقطه منفی و یک گرایش منفی در زندگی انسان در نظر گرفت، مگر زمینه های بیرونی و اجتماعی و یا انگیزه های نفسانی و شیطانی اون رو فراهم کنه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی هم به جمع ما اضافه شدند، پژوهشگر. آقای دکتر عبدالکریمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به رادیو گفتگو. من هم خدمت شما همکاران محترم شنوندگان و مهمان محترم برنامه سلام و ادب. خیلی متشکرم. حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی با ما هستن، پژوهشگر دینی. من سوال اول رو در واقع بحث مقدمه و ورود به بحث رو از آقای دکتر ابوترابی پرسیدم، بحث تعریف دین گریزی که قراره در این برنامه بهش بپردازیم. آقای دکتر هم اشاره کردن که به حال انسان ذاتاً مشتاق دینه و فطرت او با توجه به عناصر دینی تعریف شده و ارتباط تکوینی و ماهوی داره. خیلی نمیتونیم مثلا بحث دین گریزی رو در مورد انسان به کار ببریم. اگه موافق باشید دکتر عبدالکریمی با همین تعریف دین گریزی بحثمون رو پیش ببریم، شما چه تعریفی دارید از موضوع دین گریزی؟ دریافتی که دوستانی مثل آقای ابوترابی به مسئله دارن و اینکه دین رو فطری میدونن و اساسا برای مقوله دین گریزی به اصطلاح به رسمیت نمیشناسن و میگن فطرت بشر نیست که از دین به اصطلاح گریزی داشته باشه، و حال در جایگاه خودش ممکنه حرف درستی باشه، اما هایست نحوه مواجهه انتظایی با مسئله است. یعنی ما مسئله رو در یک حوزه فرازمان و فرامکان گویی مطرح میکنیم، اما وقتی به مقوله دین گریزی می‌پردازیم بحث در این است که در اینجا و اکنون جامعه ما، در اینجا و اکنون تاریخ ما، در کشور ما ایران، در این شرایط تاریخی این یک واقعیته که جوانان ما به سنت تاریخی خودشون و ارزش‌های دینی پشت کردن. حالا باید به این سوال جواب بدیم چرا؟ اینکه حالا بشر فطرتاً به دین روی میاره یا فطرتاً دین ستیز است یا به دین استقبال میکنه، یک بحث انتظایی است و یک بحثی که در واقع ما به نحوه اربیتری و گذافی و منهندی و دلخواهانه بحثی رو مطرح میکنیم. جدا من فکر میکنم رهیافت بحثمون رو باید تغییر بدیم و نه با یک عقل انتظایی بلکه با یک عقل انضمامی و عقل واقع‌گرایانه در واقع به مسئله نگاه کنیم. پس خود در دین گریزی در شرایط فعلی رو در شرایط فعلی بله در جامعه ما یک واقعیته. یعنی اگر کسی این واقعیت تاریخی رو بخواد انکار بکنه، نشون میده که در واقع با واقعیت‌ها خیلی پیوند نداره و واقعیت‌ها رو آنچنان که میخواد ببینه میبینه، و این در واقع حرکت از خواسته‌ها، آمال، آرمان‌ها و ایده‌های ذهنی خود و رفتن به سوی واقعیت، و اینجا در واقع نقطه انفجار تفکر و نقطه مواجهه تئولوژیک و مواجهه ایدئولوژیک و مسائل. یعنی ما بر اساس سیستم و نظام ارزشی خودمون می‌خوایم واقعیت‌ها رو تفسیر بکنیم، و اتفاقاً تمام گیر جامعه ما همینه. و شاید اساساً یکی از دلایل دین گریزی و دین ستیزی و حتی نفرت نسبت به خیشتن تاریخی که امروز در میان نسل جوان ما شکل گرفته و اونها رو راهی و
شیفته عقل مدرن و فرهنگ و تمدن غربی کرده، همین مواجهه ایدئولوژیک و تئولوژیک با مثلا همین نحوه مواجهه انتزاعی و دفته شدن چشمان به سوی واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی است که خشم و کینه و غضب نسل جدید رو و بخش‌های وسیع جامعه رو ایجاد کرده. لذا ما باید این نگاه رو تغییر بدیم و اساسا در دفتر همین نگاهی است که مهمان محترم برنامه هم در واقع به اصطلاح اشاره داشتن و من از این تندی و صراحت لهجه خودم پوزش میخوام، اما فکر میکنم سونامی انحطاط فرهنگی در جامعه ما وحشت انگیزتره که بخوایم ملاحظات این چنین رو داشته باشیم. و اما آقای دکتر عبدالکمی خیلی میخوایم در واقع بی‌پرده صحبت بکنیم و اون تعارضات رو واقعا کنار بذاریم. فکر میکنم در واقع مصلحت اندیشی و مصلحت گرایی آنچنان دین رایج جامعه ما شده که دین حقیقت و زبان حقیقت به پاش قربانی شده و ادب باطن به پای ادب ظاهر قربانی شده. حالا اون دکتر همون بحث دین گریزی رو که فهمیدن یک واقعیت اگر در جامعه امروز در نظر بگیریم، خود این آیا نیاز به تعریف داره؟ یعنی مثلا کاهلی در انجام بحث امور دینی اسمش دین گریزی میشه؟ یعنی کجا تعریف میشه مرز دین گریزی؟ ببینید، من فکر میکنم ما با مقولات روانشناختی مثل فرض کنید کاهلی، تنبلی، خوب کار نکردن، یا با مقولات از جامعه شناختی مثل اینکه مثلا سوء مدیریت بوده است، ارگان ها خوب کارشون از دست ندادن، فکر میکنم با این مقولات مسئله رو نمیتونیم تبیین بکنیم. من فکر میکنم ریشه های بحران رو باید خیلی خیلی عمیق‌تر و جدیتر پیدا به اصطلاح دنبال کرد. منوط به اینکه این صداقت و جسارت دینی و اخلاقی وجود داشته باشه که ما خواهان فهم حقیقی مسئله و مواجهه با اون هستیم. اگر بخوام سنبل بکنیم مسائل رو، مثل بسیاری از مسائلی که در جامعه ما وجود داره ظاهرا بهش پرداخته میشه ولی عملا بهش پرداخته نمیشه، درست مثل خود حقیقت اسلام در جامعه ما میمونه. همینطور صحبت از دین و اسلام هست، اما میتونم به صرف قاطع بگم هیچ جا هیچ نقطه‌ای در کشور ما اسلام حضور نداره. یک پوسته‌ای به نام اسلام رو ما مطرح میکنیم و خودمون رو دلخوش کردیم و در واقع این اسلام تبدیل به گفتمان شده و درون این گفتمان مسائل دیگری میگذره و کسی جرأت نمیکنه در واقع به زبان حقیقت صحبت بکنه و همین در واقع باعث یک نوع طغیان به حق نسل جوان شده. یعنی من هم در واقع در این طغیان دین گریزی در واقع مهر سهه میگذارم. در واقع میخوام بگم اون چیزی که جوانان ما بهش پشت کردن در واقع دین نیست، دین نماست. آن چیزی که در جامعه ما به منزله دین عرضه میشه در صورتی که به هیچ وجه دین نیست. من میخوام امروز اعلام بکنم که در جامعه ما اسلام غریبه و اسلام در قربته، دین در قربته. همه جا صحبت دین هست، اما هیچ چیز به اندازه حقیقت دین و جوهره روح اسلام در واقع دچار قربت نشده. ما گاهی وقتا دین میگیم، اما در واقع مراد اون یک نظام تئولوژیکی، یک سیستم بشر ساخته نهادینه شده تاریخی است که تمام هم و قرن اون رو مصروف به این کردیم که در واقع از این سیستم دفاع کنیم. گاه ما میگیم دین، اما مراد اون یک نظام ایدئولوژیکه. ما تفسیر ایدئولوژیک از دین ارائه میدیم و تفسیر ایدئولوژیک از دین گوساله سامری زمان ماست. یعنی گوساله‌ای که ندای بشری رو میخواد به نسل جوان، به جامعه بگه این ندا ندای بشری است و این ندای الهی است و نسل جوان در واقع با آگاهی‌های تاریخی که داره و با گسترش در واقع عقل انتقادی خوب میفهمه که این عقل، عقل بشری است که ما این رو اعلام میکنیم. ما تمام مواضع خودمون رو، برنامه های خودمون رو، مواضع سیاسی و اجتماعی خودمون رو میگیم خدا خواست، خدا خواست، این حرف خدا بود. خب در واقع بین حرف خدا و حرف بشر فاصله بسیار بسیار عظیمی وجود داره و جامعه این رو میفهمه و اگر دچار استفراغ و تحبه نسبت اون چیزی که در حوضه رسمی عرضه میشه حق داره، به راستی حق داره و من در واقع دفاع میکنم. اما آنچه که من در واقع سخن منه اینه که آنچه که روح و جوهره سنت تاریخی ما و در واقع آنچه که حقیقت خیشتن تاریخی ما رو که در واقع با اسلام و دینم پیوندی بسیار بسیار وسیق داره تشکیل میده، با آنچه که در جامعه ما عرض نمیشه شکاف بسیار بسیار عظیم و دهشتناک و معناداری وجود داره. متشکرم آقای دکتر عبدالکریمی. صحبت آقای دکتر ابوترابی هم بشنویم، برمیگردیم خدمت شما. آقای دکتر ابوترابی، شما هم همین واقعیت رو در جامعه امروز ما میبینید؟ بله، من استدلالم این بود که ما باید فرق بگذاریم بین اون چه ذاتیه بشره و اون چه ارزن در میان جوابه بشری وجود داشته و امروز هم ممکن است در بخشی از اون یا اندکی از اون در کشور ما وجود داشته و در کشورهای دیگه. ببینید، اون چه من عرض کردم حقیقت دین بود، فقط وجه کرد دین حنیفا
فطرت الله اون فطرتی است که خدای متعال در ما نهاده. اما اون چیزی که ممکن است زمینهای دیگری ایجاد کند، از ابتدای تاریخ بشریت وجود داشته. ما اون چه از تاریخ بشر و اساس آموزه‌های قرآن کریم و آموزه‌های دین می‌دانیم، ابتدای خلقت بشر همراه بود با دین ستیزی شیطان و به دنبال او قابیل. ما اینو نمیخوایم انکار کنیم که بگیم این واقعیت وجود نداره. البته این تعبیراتی که کل جامعه ما امروز دین گریز هستن، اینها روشنه و به نظرم واقعیت جامعه خیلی روشن‌تر از این و فاصله زیاد انداختن بین اون چیزی که در قلب مردم وجود داره و دین واقعی، یعنی اینکه ما دچار یک نسبیت معرفت شناسی شدیم و راهی به خدا نداریم. من با این عباراتی که به این شکل وحشتناک و امثال اینها گفتم موافق نیستم. اون چیزی که عرض میکنم این است که در همه جوامع از آغاز خلقت بشر تا به امروز موضوع دین گروزی وجود داره. کسی نمیتونه رو به انکار کنه. من هم نمیخوام رو به انکار کنم. اون چیزی که عرض میکنم این است که باید عواملی که موجب دین گریزی میشه و انسان رو از اون فطرت پاکش که کل مولودن یولد علی الفطره بر اساس روایت رسول اکرم اسلام و امام صادق علیه السلام و امیر المؤمنین، روایات مختلفی به این مضمون و با همین عبارت داریم که ذات بشر بر اساس فطرت پاک نهاده شده. اما چیزهایی میتواند انسان رو از این فطرت پاک دور کنه و در مقطعهایی از تاریخ شدت و ضعف داشته این دوری، حتی در زمان صدر اسلام که در نظر بگیریم که مردم در زمان حضور خود پیامبر اکرم اسلام بودن و ائمه طاهرین رو به عینه درک میکردن، در این حال دین گریزی و گاهی دین ستیزی وجود داشت. رو کسی نمیخواد انکار بکنه. اون چیزی که من عرض میکنم فرق گذاشتن بین ذاتیات هست و عرضیات. حالا سوال همینجا تو دکتر ابو طالبی که این ذات پاک چی میشه که به هر حال افراد منحرف میشن از اون فطرت پاک؟ بله، عوامل مختلفی تأثیر داره. در دو دسته میشه کل عوامل رو تعریف کرد، عوامل معرفتی و عوامل انگیزشی. همونطور که ما ذاتن به خدا گرایش داریم، یعنی انسان فطرتاً همه خوبی ها رو دوست میداره. فکر نمیکنن انسانی باشه که بتونه اینو انکار کنه که همه انسان ها ذاتاً خوبی ها رو دوست میدارن و از بدی ها نفرت دارن. این ذاتی انسان. عوامل مختلفی که ممکن است انسان رو در عمل و یا در اعتقاد دور کنه از این واقعیت. اولین عاملی که عرض کردم عامل معرفتی است. این روایت امام زاده علیه السلام رو توجه بش بفرمایید که میفرمایند لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم زیبایی های سخن ما رو بدانند از ما تبعیت خواهند کرد. یعنی یکی از عوامل اصلی دین گریزی این است که مردم با محاسن دین و خوبی های دین آشنا نباشند. برادر عزیزم هم اشاره کردن به این واقعیت که گفتن من فرق میذارم بین واقعیت دین و پوسته های دین. این عبارت رو به کار بردن و بعد تایید کردن که اگر کسی دین بهش درست معرفی نشه ممکن است دین گریز بشه. کلام هم چیزی غیر از این نیست. کلام حضرت علی بن مفرزا سلام الله علیه هم همین واقعیت رو داره تایید میکنه که اگر مردم با عقاید دین و زیبایی های دین آشنا باشن از دین تبعیت میکنن. البته ما نمیخوایم این رو هم بانوان یک واقعیت مطلق در نظر بگیریم، یعنی در اساس اون فطرت پاک این چنینه. در مقابلش ما شیطان رو داریم، در مقابلش هوای نفس رو داریم. افرایت من اتخذ اله او هوا. ممکن است که هوای نفس منشأ این بشه که انسان در مقابل خدا بیفته و معبود دیگری جز خدا رو برای خودش بتراشه. یا گاهی بعد عمل کردن دینداران، این خودش یه عاملی است که میتواند زمینه رو هم برای هوای نفس فراهم کنه هم برای شیطان، هم میتونه زمینه معرفتی خطایی باشد که انسان ها حتی بدون توجه و بدون اینکه خودشون خواسته باشن موجب بشه که به دین بدبین بشن. کن دعات الناس به غیر السنتکم که ما در روایات داریم که مردم رو اگر میخواید به دین و اخلاق دعوت کنید به زبان فقط دعوت نکنید، عمل شما هم باید به نوعی معرف دین باشد. اگر ما در قرآن کریم داریم که خدای متعال رسول اکرم اسلام رو به عنوان الگوی دین معرفی میکنه، برای همین است که الگوهای غلط دین رو معرفی نکنن. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی معیار دینداری و معیار یک انسان
دیندار و دین محور پیامبر اکرم اسلامه. ما معیار دینداری رو و معیار دین محور بودن رو امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌دونیم با اون همه فضائل. یعنی ما اینو می‌تونیم ادعا کنیم که ملت ما در واقع از اون واقعیت‌های فضائل اخلاقی که در امیر مؤمنین علی علیه السلام بود گریزانن و ذاتاً از اینها خوششون نمیاد. اون چیزی که من عرض کردم که ذاتاً مردم و فطرتاً مردم خدا طلب هستن، فطرتاً با کمالات آشنا هستن و از اونها خوششون میاد، منظورم اینه. بنابراین عوامل مختلفی میتواند در این دین گریزی تأثیر داشته باشه که از جمله اونها از کدام ناآشنایی با دین هست. من این جمله با ایجاد دین حراسی است که این رو هم باید جدی بگیریم. گاهی دیگران با انگیزه های مختلف که گاهی خود همین انگیزه ها هم میتواند ناآشنایی با دین و ناآشنایی با محاسن و زیبایی های دین باشه، همین ها زمینه دین حراسی رو فراهم کنه به طوری که دیگران از این که بخوان پناهنده به آغوش دین بشن و خودشون رو با دین تطبیق بدن نگران باشن. بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر ابوچوری. ما چون زمان اون محدود به لحظات اعضا نزدیک میشیم، اگر مدیریت بفرمایید پاسخ ها رو که بتونیم از محضر حضور بزرگوار بهره مند بشیم. شما شنوندگان گرامی از طریق 3041 با ما در تماس باشید، هم به سوال پیامکی پاسخ بدید و هم اگر در بحث دینگوریزی نکته‌ای دارید مطرح بفرمایید. سوالمون این بود که بیشترین علت دینگوریزی رو چه میدونید؟ گزینه 1 ضعف خانواده ها در انتقال درست مبانی اعتقادی به نسل بعدی و گزینه 2 تبلیغات سوء و شبهات ایجاد شده از سوی دشمنان. یه پیامکی میگه شنوندگان زدن، دو تا گزینه اضافه کردن، گزینه 3 ضعف عملکرد مدیران فرهنگی و گزینه 4 رفتارهای خلاف شرع متشرعین ظاهری. آقای دکتر عبدالکریمی، خب صحبت‌های دکتر ابوترابی رو شنیدیم، اشاره کردن به یکی از علت‌ها آشنا نبودن مردم با واقعیت دین یا دین واقعی. شما هم این علت رو در واقع یکی از علل اصلی می‌دونید در بحث دین گریزی؟ در صحبت‌های آقای ابوترابی هست. اولا چه کسی بیانگر این دین فطری است و این دین خدایی؟ چه کسی؟ ثانیا گفتن که ایشون دوستانی که اساسا با این رویه با مسائل برخورد میکنن باید به این سوال جواب بدن 35 سال در این کشور چه اتفاقی افتاده؟ توی دانشگاه ها ما واحدهای بسیار زیادی به نام معارف اسلامی گذاشتیم، بارها و بارها ما کتب دینیمون رو تغییر دادیم و هیئت‌های مختلف این کتب رو نوشتن و جزء دروس اجباری این بچه ها شده در دبیرستان هامون. میلیون ها بچه از کودکی وارد به اصطلاح نظام آموزش پرورش ما میشن. رادیو تلویزیون ما چه کار میکنه با این همه شبکه؟ اینکه ما نتوانستیم دین درست رو معرفی بکنیم یعنی چی؟ یعنی قراره چه اتفاقی بیفته؟ یعنی اگر بحث بر سر این است که ما باید کمیت رو افزایش بدیم، این برخورد بسیار بسیار به اصطلاح ساده اندیشانه با مسئله است. من فکر میکنم باید در لاجیک مسئله، در منطق مسئله ما تجدید نظر بکنیم. خب شما دکتر خودتون به عنوان استاد دانشگاه هم در دانشگاه هستید، از نزدیک در واقع چه که میگذره رو میبینید، واقعا از نظر حال کیفی بخوایم نگاه بکنیم یا کمی شرایط آموزش های دینی رو چطور میبینید؟ ببینید اصلا بحث آموزشی نیست. یعنی توجه داشته باشید توده ها هیچ موقع با آموزش به یک دین گرایش پیدا نمی کنن و به واسطه آموزش یا پرسش های نظری از یک دین روگردان نمیشن. اگر در صدر اسلام توده ها به اسلام روی آوردن به خاطر این نبود که پیامبر در آیین‌ها کلاس گذاشت، آموزش گذاشت، واحد درسی گذاشت. به این دلیل بود که اسلام زنده و حقیقی نیاز حقیقی انسان‌ها رو به اصطلاح برآورده می‌کرد. اگر بلال حبشی که برده بود در پناه توحید اسلام آزادگی و آزادی رو تجربه کرد، به واسطه یه تجربه این آزادی و آزادگی است که در واقع به اسلام روی میاره. اگر توده‌های وسیعی در آفریقا به اسلام روی آوردن، نه به خاطر اینکه با کلام به اصطلاح نظام های کلامی و بحث آخرت و بحث توحید و توحید نظری و توحید افعالی و بحث ذات و صفات خدا به اصطلاح به اسلام روی آوردن، به این دلیل بود که اسلام در اون قاره توانست بود یک مسئله بنیادین اونها که اون نجات پرستی جواب بده و در دین اسلام میدونیم که به اصطلاح جایی برای نجات پرستی نیست. اگر در جامعه توده ها و جوانان ما به اسلام گرایش پیدا کنن، از طریق گفتن، از طریق نمیدونم نصیحت کردن، از طریق حقنه رسانه‌ای و منبرها و خطابه، به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه نیستش. در واقع اصلا آقای دکتر اتفاق نمیفته، مثلا شبهاتی که مطرح میشه، ببینید اینا وجه ضعیف قضیه است. ببینید در کشور ما
امروز یکی برای نمونه میخوام بگم فاصله طبقاتی داره بیداد میکنه. فاصله طبقاتی در هیچ دوره از تاریخ این کشور به اندازه که امروز در جامعه ما وجود داره وجود نداره. اسلامی که نتواند این مسئله فاصله طبقاتی رو به اصطلاح حل بکنه، اسلامی که نتواند خواسته این ملت برای تغییر جایگاه خودش در نظام جهانی جواب بده و شأن ایرانی رو در این نظام جهانی بالاتر ببره، اگر این اسلام نتواند بسیاری از مطالباتی که در واقع در نسل دوره‌های جدید در وجدان اجتماعی شکل گرفته در دوران جدید جواب بده، قاعدتا در موضع انفعالی خواهد بود و روز به روز قدرت معنوی خودش را دست خواهد داد. آنچه من که این واقعی است که من نگفتم همه جامعه، اما کیست که میتونه به صلاح امروز این حقیقت بنیادین رو در جامعه ما انکار بکنه که در واقع روند سکولاریسم، روند رشد نیهیلیسم و روند پشت کردن به ارزش های دینی و واقعیت اسلام روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. چرا ما باید سر اون رو دست بکنیم و واقعیت ها رو ندیم؟ خود دینگوریزی شاید... آیدویتو منحصر به اسلام میدونید الان برای توی مسیحیت در اروپا؟ نه به هیچ وجه نیست. یعنی میشه در واقع مسئله اینطوری دید که در واقع عوامل جهانی و ظهور فرهنگ و تمدن جهانی در دوران مدرن و مسافرون ظهور شرایط پست مدرن خیلی دخیله. تمام حرف اینه که ما در واقع با نحوه مواجهه که با عقل مدرن و عقل پسا مدرن داریم به هیچ وجه نمیتوانیم با شیوه های گذشته و با رویکردهای گذشته و با عملکرد اجتماعی کنونیمون بتوانیم در برابر این سونامی به هیچ وجه نمیتوانیم مقاومت کنیم و حتی فکر میکنم وضعیت رو هر روز بدتر و بدتر خواهیم کرد. یعنی به میزانی که جامعه سنتی، قدرت سیاسی و علمداران فرهنگ دینی و اسلام پناهان و اسلام گرایان جامعه ما با این روند بخوان به صورت در برابر روند شیفتگی به عقل مدرن و عقل پسامدرن بخوان مقاومت کنن، پیشا پیش شکستشون در واقع محدومه و هیچ گریز دیگه نخواهد بود، مگر اینکه در واقع ما تغییرات اساسی و بسیار بنیادینی در جامعه خودمون بدیم. مثلا یکی از مقدمات عالم مدرن آزادی است. هر گونه تفسیری که نتواند به این مقدمه عالم جهان کنونی یعنی آزادی توجه داشته باشه و دین رو در چارچوب دیگری بخواد عرض بکنه، دین تبدیل به فضایل استعبادی خواهد شد و قاعدتا توده های وسیعی که در دوران مدرن تنفس می کنند و فرهنگ کنونی اثر پذیرفتن در برابر به اصطلاح این نوع تفسیرها مقاومت جدی خواهند کرد، مقاومت های جدی که حتی خودش رو در واکنش های اجتماعی نشون خواهد داد. لذا به اعتقاد من مسئله بسیار بسیار عمیق‌تر و بنیادی‌تر از اون چیزی که پاری از دوستان محافظه‌کار ما که دغدغه دفاع پاری از باورها و وضعیت اجتماعی کنونی دارن وانمود میکنن و عملا مسئله رو میخوان پاک بکنن و چون مسئله رو نمیبینن مواجهه درستی هم نخواهند داشت و شاید بزرگترین قربانی این وضعیت حقیقت دین و حقیقت خود اسلامه. خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالکریمی. ما چند دقیقه رو قبل از اذان فرصت داریم، هر یک از بزرگواران حدود 4 دقیقه فرصت داریم برای اینکه به نوعی بپردازیم به راهکارها. اینکه اشاره شد هم دلایلی در داخل کشورمون وجود داره برای این موضوع و همین که اگر نگاه جهانی داشته باشیم با توجه به بحث جهانی شدن و آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته باید یک شیوه مناسب با فضای کنونی رو انتخاب بکنیم برای مواجهه. آقای دکتر ابوترابی صحبت های شما رو بشنویم و راهکاری که باید دنبال بشه. من این نکته رو باید روش تاکید کنم که آقای دکتر عبدالکریمی ظاهرا بر اساس یک پیشینه ذهنی در نقد نظام اجتماعی موجود در ایران وارد این بحث شدن و همه یه بحث ها رو میخوان منتقل کنن و حتی اون جهات معرفتی رو که جزء فطرت انسانه، چون ممکنه از این عنوان ها خیلی برداشت خوبی نداشته باشن، ولی حقیقت این که انسان با معرفت زاییده شده و با معرفت سر و کار داره و با معرفت کار میکنه، اینها رو اگه بخوایم ندیده بگیریم اون دانسته های واقعی رو باید ندیده بگیریم. قرآن کریم هم ایده ها و الگوهای عملی رو معرفی کرد و هم فکر بشر رو پرورش داد. این که بخوایم فکر بشر رو کلا ببندیم بگیم تمام حقایق عالم برمیگه به نگاه ها و به دیدن یه سری امور سطحی و ظاهری، واقعا انسان رو سطح پایین ترین سطح فکری پایین آوردیم. قرآن کریم موارد و شبهات زیادی رو مطرح میکنه، قولی من یحیی العظام و هی رمیم، قولی یحیی الذی انشأها اول مره. بسیاری از آیات قرآن کریم
به استدلال برای خدا، برای نبوت، برای امامت، حتی برای معاد پرداخته. این آیه ای که اشاره کردم، قرآن یکی از شبهات مطرح میکنه، به اون شبهه جواب میده برای اینکه دینداری مردم رو تقویت کنه. مرتب به تعقل، تفکر، عبرت گرفتن داره مردم رو تشویق و ترغیب میکنه. همه اینها رو نتیجه بگیریم و فقط نگاه مردم رو یه نگاه سطحی کنیم، یعنی مردم اونقدر ایمانشون ضعیف باشه، معرفتشون ضعیف باشه که به عملکرد یک انسانی که بد عمل میکنه این رو معیار قرار بدیم برای اینکه بگیم همه اینها بیدین شده. مگر در صدر اسلام مردم با نظام های اجتماعی نادرست روبرو نبودن؟ مگر در دوران ائمه اطهار این شرایط نبود؟ چطور یه دیندار باقی موندن؟ نظام پست مدرنیته امروز با مشکلات خودش رو بده. من تعجب میکنم که این همه جلوه میدن در نظام جمهوری اسلامی. ما پیشرفت هایی داشتیم، عزت هایی داشتیم، زیبایی هایی داشتیم که چشم جهانیان رو خیره کرده. این قدرت های بزرگ در مقابل نظام جمهوری اسلامی نهایت تلاش رو دارن که نظام چیزی ازش باقی نمونه جز برای این است که نظام معرفتی جمهوری اسلامی به قدری معرفت جهانی رو داره بالا میبره که اونها نگرانند. نگرانی های مختلف اونها باعث فشارهای مختلف تبلیغاتی، ایجاد شبهات جدید، این حراسی، شیعه حراسی، اینها مگر به خاطر این نیست که این جامعه یک الگوی جدیدی به دنیا معرفی کرده، دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده؟ پس نادر نیست چی داره جز یک حالت اضطراب فرهنگی و فکری، جز یک نهیلیسمی که آمار خودکشی رو تو دنیا داره روز به روز بالاتر میبره، جز یک نگرانی به خاطر دوری از معنویات که اونها رو به طرف مذهبهای معنوی ساختگی و عرفانهای نوظهور داره پیش میبره. چی داره که من تعجب میکنم آقای دکتر عبدالکریمی اینقدر بزرگ میکنم و تجلیل میکنم از پست مدرنیسم که امروز خودش با مشکلات متعدد خودش در دنیا روبرو هست. آقای دکتر ابوترابی، در همین بخش ممکن پاسخ داشته باشم دکتر عبدالکریمی، صحبت ایشون رو بشنویم چون زمان اون محدوده. آقای دکتر عبدالکریمی حدود 3 دقیقه بفرمایید اگر نکته و پاسخ دارید. خب 4 دقیقه من گیرم کم شده، اشکال نداره. فقط خدمتتون بگم که ببینید من به هیچ وجه بحثم بحث سیاسی نیست، ولی میخوام به اصطلاح تعهد خودم رو به سنت تاریخی و باورهای خودم نشون بدم و میخوام نشون بدم که در واقع تعهدات ما به دین و تعهدات اون به حقیقت در واقع جای خودش رو به تعهدات سیاسی و اجتماعی ما داده و در واقع خود این شاید یکی از دلایل ریشه های بحرانه. نکته دومی که بیان من به هیچ وجه از این جلوه دادن عقل مدرن یا از این جلوه دادن به اصطلاح عقل پست‌مدرن نیست. من بیانم بیان پدیدارشناسانه است. من دارم توصیف میکنم که در دل جوانان ما و در جامعه ما و در فرهنگ واقعی زندگی جامعه ما که متفاوت است از چیزی که در سطح رسانه‌های رسمی و اتوریته سیاسی به طور بیان میشه بسیار متفاوته و متفاوته. آقای ابوترابی بیان پدیدارشناسانه من رو بیان هنجاری و ارزشی تلقی کردن. اگر من بخوام حالا با حرفای خودم رو تو این یک دو دقیقه‌ای که موجود بزنم، به اعتقاد من دو تا عامل بسیار اساسی رو میشه در همین چند دقیقه اشاره کرد. یکی پیوند بین دین و پوپولیسم، یعنی در واقع در جامعه ما به دین و عوام‌گرایی به شدت پیوند خورده و مدیریت فرهنگی و امور فرهنگی دست یک نوع عوام‌زدگی و عوام‌گرایی هست و تا ما این موضوع رو حل نکنیم در واقع به سلام بسیار بسیار آسیب خواهیم دید. برای من جای بسی تأسفه که در کشور ما مثلا انجمن فرض کنید که مدعیت باشه اما کانون نویسندگانش تعطیل باشه. این هم نشونگر یک نوع پیوندی است که بین در واقع فرهنگ حاکم در جامعه ما با در واقع پوپولیسم وجود داره. و نکته دوم این که در واقع ما در جامعه اون اسلام و دین تبدیل به گفتمان قدرت شده و در پس این گفتمان قدرت بسیاری پنهان شدن، کسانی که راند خارن، کسانی که به حقوق این ملت تجاوز میکنن، کسانی که بحرا به وام های کلانی میگرن و به وام ها وام نمیکنن، اختلاف میکنن و بسیار زشتی ها و تلشتی های دیگه که همه به نام دین گفته میشه. و یکی از وظایفی که من برای خودم و برای همه کسانی که به این دین و به این مسائل عشق میبرن اینه که نشون بدن که اسلام گفتمان قدرت نیست، اسلام ایدولوژی برای توجیه یک وضعیت سیاسی خاص نیست. اگر ما این راه رو ندیم در واقع حقیقت اسلام و اسلام عزیز و تشیع بسیار گرانبها رو قربانی منافع سیاسی و گروهی پاره‌ای از جناح‌های قدیم آنچنان که تاکنون شده و چیزی از این فرهنگ عظیم انسانی باقی نخواهد موند.
یعنی مقابله با تفسیر ایدئولوژیک از دین، اینکه دین رو تبدیل به اصطلاح نظام ایدئولوژیک بکنیم، مخالفت با تفسیر تئولوژیک از دین، اینکه دین رو تبدیل به یک سیستم خاص بکنیم. دین یک سیستم نظری بسته نیست. حقیقت دین عبارت از نسبتی که فرد با یک حقیقت متعالی که فراتر از هر سیستم نظری است داره میباشه، و اگر ما دین رو منحصر به یک فهم خاص بکنیم، در واقع مثلا فهمی که روحانیت ما داره، فهمی که تاریخ جریانات جامعه ما دارن، لذا انتقاداتی که در واقع متوجه این سیستم ها میشه منتقل به انتقاد حقیقت خود دین میشه، در حالی که خود دین حقیقتی فراتر از همه سیستم های بشر ساخته و نهادینه شده تاریخی است که در طول تاریخ ادیان شکل گرفته. یعنی در واقع به تعبیر دیگه ما حکمت ایمانی رو تبدیل به نظام کلامی و تئولوژیک کردیم، در کنار تفسیر ایدئولوژیک از دین که دین رو تبدیل به گفتمان قدرت کردیم، و در کنار پیوند دین با پوپولیسم و عوام‌گرایی و عوام‌زدگی، در واقع اینها شرایط بسیار سختی رو برای فرهنگ جامعه ما شکل داده و او را درون نحیف کرده، همچنان که نتواند در وضعیت کنونی در برابر فرهنگ مهاجم به اصطلاح عقل مدرن و عقل تفامدرن مقاومت کنه. حتی من به ایش از این نیست که ما بنمایه های فرهنگی مون توان مقابله نداره، اما با این پوپولیسم و با این وضعیت اجتماعی ما این بنمایه ها مدفون خواهد موند. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالکریمی. اون 4 دقیقه هم یه چند ثانیه هم گذشت که ما در واقع بحث رعایت زمان رو هم داشته باشیم. آقای ابوترابی خودم 30 ثانیه ما فرصت داریم، اگر نکته ای در پایان داره خیلی کوتاه بفرمایید. صحبت های مجدد آقای عبدالکریمی تایید کرد برداشت من رو. اسلام اون چیزیست که در قرآن کریم داره. اگر ما بخوایم حقوق، سیاست، اقتصاد قرآن و روایاتمون رو کنار بگذاریم، اگر ایدئولوژی منظورشون اینه که این محتوا رو کنار بگذاریم، خب این خلاف خود قرآنه. اگر منظور شما ببینید، اگر بگیم که اسلام سیاست نداره، خب این صریح آیات قرآن، صریح روایات ماست، برایت ائمه ما همه همین بوده. اگر اینها رو بگیم، امام راحل رضوان الله تعالی علیه در کتاب ولایت فقیهشون فرمایند، در کتاب حکومت اسلامی که نام دیگر کتاب ولایت فقیهشون هست، من بیش از 90% احکام اسلام مربوط به مسائل اجتماعی و اگه ایدئولوژی منظور اینه، اگه میخواد یه همسایه غلطی یه انسانی مثلا فرض کنید در بانک ها چه اتفاق افتاد، من نمیخواستم سطح بحث رو به این مقدار پایین بیاریم که بحث دینگوریز رو بیاریم به یک مثلا رانتخار به یک رانتخاری مرتبط کنیم. از این جهت من آخرین جمله رو عرض میکنم خدمتتون، از این جهت به نظرم میاد حوزه بحث رو مقدار منطقی تر و علمی تر کنیم و با این شعارهای سیاسی بحث رو به اتمام نرسانیم. حالا ما فردا هم همین بحث رو چون زمان نداریم به لحظات اعضا نزدیک میشیم تو کنیم. متشکرم آقای دکتر ابوترابی، آقای دکتر عبدالکریمی، از شما هم سپاسگزاریم و شما شنوندگانی که با ما همراه هستید.